سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه دوم ماه میزان سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. نخستین واکنش حکومت افغانستان پس از متهم شدن پاکستان به همکاری با شبکه حقانی. افزایش بیشتر فشارهای امریکا بر پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی. با خواست گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه از اسرائیل و فلسطین. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شواهد در دست هستند که نشان میدن حمله ها بر جان چهره های سرشناس در افغانستان از سوی القه های در درون پاکستان برنامه ریزی می شوند. یک سخنگوی ریاست جمهوری با بیان این مطلب می گوید که از 6 ماه بدین سو تمامی نخبگان افغانستان از سوی القه های ویژه در پاکستان کشته شدند. صبغت الله مجددی رئیس پیشین مجلس سنا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان را در کشته شدن استاد برهان الدین ربانی متهم می سازد. مراسم فوت حقانی برهان الدین ربانی با شرکت بسیاری از مقام های بلندپایه دولتی، اعضای شورای ملی، مقام های خارجی در کشور و نیز بزرگان قوم در کاخ ریاست جمهوری برگزار گردید. به نظر می رسد که در این اواخر بیشتر از هر زمان دیگر افراد برجسته، پرنفوذ و اثرگذار در کشور آماج حمله های هراس افغانانه قرار می گیرند. و تازه ترین این رویدادها حمله بر جان برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح بود. طی 6 ماه گذشته تمام سرانی که در افغانستان و بزرگانی که شهید شدند تمام اسناد و شواهدی وجود دارد. نزد ایالات متحده آمریکا هم وجود دارد. افغان‌ها هم اسناد و شواهد خود به ایالات متحده آمریکا دادند که حلقات خاصی در درون پاکستان ای حملات ترایی میکنن، افراد مشخصی به افغانستان فرستاده میشن، متنفذین و بزرگان و پای هم کشته میشن. در همین حال صبغت الله مجددی یکی از رهبران جهادی و رئیس پیشین مجلس سنا هشدار میدهد که نابودسازی بسیاری از رهبران و شخصیت های افغانستان از سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان برنامه ریزی شده است. آقای مجددی آیسای پاکستان را در کشتن استاد برهان الدین ربانی متهم می سازد. شهادت اونها یک هنگامه را در افغانستان و مردم بسیار به فکرهای عجیب و غریب افتادن. این قضای خدا بود، این یک کس کشتنده نمی دانست. دیگه غیر دست خارجی، دست پاکستان، دست آیسای پاکستان دیگه جای نبود. مخواست 10-12 سال از دیگر داد میزنم و میگویم که آیسای پاکستان سبب تمام بدمنی و مصیبت افغانستان شده، کس قبول نمیکرد. امروز کل دنیا میگویم. پیش از این نیز بسیاری از مقام های بلندپایه افغانستان در حمله های انتحاری جان باختند. استاد برهان الدین ربانی به روز 3 شنبه هفته گذشته در یک حمله انتحاری در منزلش در کابل جان باخت. اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. هرچند گفته می شود که این حمله از سوی شورای کویته انجام شده است. مراسم فاتح خانی استاد برهان الدین ربانی امروز در شمار از مسجدهای کابل و ولایت‌های دیگری کشور برگزار شد. در شمار از شخصیت‌های سیاسی و جهادی در مراسم فاتح خانی استاد برهان الدین ربانی میگویند هرچند بدون گفتگو با مذاکره صلح در کشور امکان پذیر نیست، اما حکومت باید در چگونگی روند صلح تجدید نظر نماید و با کسانی گفتگو شود که صلح را میپذیرند. در مراسم فاتحه خانی استاد برهان الدین ربانی در شماری از مسجدهای کابل، مقامهای حکومت، شخصیتهای جهادی و شمار زیاد باشندگان پایتخت شرکت کرده بودند. در سطح بین‌المللی عکس العمل‌های جدی را در برابر طالبا برقرار خواهد داشت و حتی در درون طالبا را دچار چندستگی و پریشانی خواهند نمود. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت بدخشان پس از مراسم فاتح خانی دست به تظاهرات زدند و پرچم‌های پاکستان و رژیم طالبان را آتش زدند. در همین حال والی خود در مراسم فاتح خانی استاد ربانی از باشندگان این ولایت می‌خواهد تا در راه تامین صلح و امنیت تلاش نمایند. استاد دغه شهادت زنی خلق په اونم په بلنم او زنی خلق دی په یو سیاسي میدان یا په بل سیاسي میدان
پدی کدی دده اگر روح تتاوان نرسه. در ولایت هرات نیز مراسم فاتح خانی استاد برهان الدین ربانی گرفته شد. مراسم فاتح خانی رئیس شورای عالی صلح در ولایت ننگرهار نیز برگزار شد. باشندگان غزنی مراسم فاتح خانی استاد برهان الدین ربانی را در این ولایت برگزار کردند. از سوی دیگر شماری از پناهجویان افغان در شهر پشاور پاکستان در مراسم فاتح خانی استاد کشته شدن وی را به شدت محکوم کردند. فاتحگیری داره، شاگردای مکاتب آمدن ختمای قرآن عظیمشان داره. مقام ها و باشندگان ولایت های بلخ، تخار، کندوز، لغمان، فاریاب، جوزجان و شماری از ولایت های دیگر کشور هم مراسم فاتح خانی استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح را برگزار کردند. کشته شدن استاد برهان الدین ربانی آینده گفتگوهای صلح را در افغانستان با چالش روبرو خواهد ساخت. علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخله میگوید که مخالفان مصالح دولت با کشتن استاد برهان الدین ربانی پاسخ روشن به هر گونه گفتگو با دولت افغانستان دادند. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که پس از این وجود شورای عالی صلح معنای ندارد. کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح بی‌باوری های برخی از آگاهان را به ادامه روند گفتگوهای صلح با طالبان افزایش داده است. این آگاهان به این باورند که مخالفان مصالح دولت با کشتن استاد برهان الدین ربانی به هر گونه گفتگوی صلح به دولت افغانستان به گونه ای روشن پاسخ داد. از سوی هم بان که رئیس جمهور کرزی پس از کشته شدن استاد برهان الدین ربانی گفت که تلاش های صلح در افغانستان ادامه خواهد یافت، اما پرسش های درباره فعالیت شورای عالی صلح و آینده روند گفتگوها با مخالفان مصالح دولت در افغانستان به میان آمدند. از جمله این که سرنوشت شورای عالی صلح چه خواهد شد؟ استاد ربانی یک شخصی بود که میتونست چه قوات ها متحد بشه و به عین زمان شخص بسیار بارز و مؤثر در در افغانستان به شمار میاد. از شخصیت مثل استاد ربانی اونا قبول ندارند و بشارت میرسانند، بنابراین هنوز شرایط در استاد افغانستان میتونند. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح گفتگو با مخالفان مصالح دولت را در اوضاع کنونی دشوار و پرچالش می‌خوانند، اما برخی از آگاهان گفتگو با مخالفان مصالح دولت را نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانند. ما باید اول خود بسته کنیم، مردم خود بسته کنیم، بین الدول باید خود بسته کنیم. بعد از روز ما می‌دانیم که هر حرکت صلح که باشه در افغانستان یا از نقطه نظر اقتصاد یا از نقطه صلح یا از نقطه شما ما رو باز می‌دانیم که راه حلش پیدا کنیم. تا وقتی که شکاف در منطقه ما است و این شکاف ها زیاد شده میره، هر پروگرام که شما پرتین مثل معواری سر نوانج خارج میشه، آخرش خالی میمونه. همون مسئله کمی مشکل داره، یعنی او پالیسی، او شخصیت، او کاراکتر که طالب داره با او کاراکتر دموکراتیکی که ما اینجا مردم داره یک ذره تفاوتی وجود داره. اونا یعنی مشکلات ممکن باشه، اما من حیث یک کتله سیاسی، یک کتله افغانی، یک تجمع زیر نام طالب، یک مجمع افغانی وجود داره. با این همه نشریه فارین پالیسی بر بنیاد گفته های برخی از مقام های پاکستانی می نویسد، از آنجا که ایالات متحده آمریکا پاکستان را از میز گفتگوهای صلح افغانستان دور کرده است، از این رو این کشور می کشد تا هر گونه روند صلح را در افغانستان ناکام سازد. با کشته شدن استاد برهان الدین ربانی کرسی های ریاست شورای عالی صلح و رهبری حزب جمعیت اسلامی خالی شدند. در نخستین روزهای پس از قتل استاد برهان الدین ربانی پرسش های درباره گزینش رهبری آینده این حزب به میان آمدند. هرچند تا کنون اعضای جمعیت اسلامی نگفتند که چه کسی به رهبری این حزب برگزیده خواهند شد، اما عطا محمد نور ولی بلخ در مراسم سوگواری استاد برهان الدین ربانی گفت که دارالانشای حزب جمعیت اسلامی میتواند درباره گزینش رهبر آینده تصمیم بگیرد. عطا محمد نور بر انتخابی بودن رهبر آینده جمعیت اسلامی افغانستان تاکید می‌ورزد. تلاش هایی به گونه غیر مستقیم برای به دست آوردن رهبری حزب جمعیت اسلامی آغاز شدند. گفته می شود که تا محمد نور والی بلخ، محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب، احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهور، سید نورالله ایماد معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان، صلاح الدین ربانی پسر بزرگ استاد برهان الدین ربانی و مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور از چهره های هستند که می توانند جایگزین احتمالی استاد برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی شوند.
جمعیت اسلامی افغانستان یکی از احزاب سیاسی مهم کشور است که در زمان محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان به نام نهضت جوانان مسلمان یاد می شد و رهبری آن را غلام محمد نیازی داشت. پس از استعفای غلام محمد نیازی در سال 1351 هجری خورشیدی، استاد برهان الدین ربانی رهبر این نهضت شد و در همان هنگام نام این نهاد به جمعیت اسلامی افغانستان تغییر یافت. اکنون زمان آن رسیده است که در روند گفتگوهای صلح و ادغام مجدد تجدید نظر شود. در یک گزارش گروه جهانی بحران آمده است که کابل و واشنگتن باید این خواستشان را که طالبان بدون قید و شرط باید به روند صلح بپیوندند کنار بگذارند و برای آوردن صلح در کشور صادقانه تلاش کنند. این گزارش تاکید می‌ورزد که نخست باید رئیس جمهور کرزی صلح را در میان قواهای سه‌گانه اش به میان آورد. در این گزارش دست کشیدن ارتش پاکستان از پشتیبانی طالبان از شروط اساسی گفتگوهای صلح گفته شده است. این گزارش زیر نام بررسی‌های مجدد روند صلح در افغانستان نگاشته شده است. تهیه کننده گزارش که عضو سازمان گروه جهانی بحران است، گزارش را از دیدارهایش با برهان الدین ربانی آغاز کرده است و از شکایت‌های برهان الدین ربانی پس از پذیرفتن ریاست شورای عالی صلح از رئیس جمهور کرزی نگاشته است. این گزارش رسیدن به یک راه حل سیاسی را نیازمند اشتراک بخش وسیع افغانان در روند گفتگوهای صلح می‌داند. در این گزارش حتی رئیس جمهور کرزی در آشتی دادن قوه‌های سه‌گانه حکومتش ناتوان خوانده شده است. دست کشیدن سازمان استخبارات نظامی پاکستان از پشتیبانی طالبان و شبکه حقانی نیز از شرط‌هایی است که برای گفتگوهای صلح ضروری پنداشته شده است. تا زمانی که ارتش پاکستان از حمایت طالبان و شبکه حقانی دست بر ندارد و پناهگاه‌های آنان را در مرزها نابود نسازد و تا هنگامی که کرزی حکومتش را دوباره در مسیر درست آشتی قرار ندهد، راه حل سیاسی بحران افغانستان ناممکن خواهد بود. در همین حال شماری از آگاهان حکومت را در جدا ساختن دوست از دشمن ناتوان می دانند و نبود راهبرد درست را سبب بروز مشکلات در گفتگوهای صلح می دانند. پروسه ناکام هست و جوابگو نخواهد بود. باید حتما مدیران ما و حکومت افغانستان در سیاست های خود تغییر بیاره و اول باید تعریف خاص از دشمن شود، بعد وارد گفتگوها شوند. پاکستانیان کلا چیه؟ یو مسئله د افغانانو ترمنځ تر یو حده پورې پر مخ ځي، هغه کوشش کوي چې یو داسې یو مسله رامنځته کړي چې د سولې پروسې تر شعا لاندې ونیسي او تر تحصیل لاندې ونیسي او هغه سپوتاش کړي. سرانجام این گزارش تجدید نظر را بر روند گفتگوهای صلح یکانه راه بهبود این روند می داند و می گوید که کابل و واشنگتن باید برای بهبود این روند راهبردهای تازه ای را در پیش گیرند. در این حال فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد و هشدارها به این کشور درباره همکاری پاکستان با شبکه حقانی بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. با باور آگاهان این هشدارها در حال حاضر در کاهش عملیات رصب کننده در افغانستان کمک نخواهد کرد، اما در دراز مدت پیامدهای آن بر پاکستان ناگوار خواهد بود. پیش از این واشنگتن از به دست آوردن شواهد درباره همکاری های استخبارات نظامی پاکستان با برخی از گروه‌های رصدگان به ویژه شبکه حقانی سخن گفته است، شبکه‌ای که با باور آمریکا در بیشترین حملات رصدگان در افغانستان نقش چشمگیری داشته است. پس از حمله های اخیر شبکه حقانی در افغانستان، به ویژه حمله بر سفارت آمریکا و فرماندهی آیسف در کابل، واشنگتن به گونه روشن از داشتن پیوند سازمان استخبارات نظامی پاکستان با شبکه حقانی و طالبان پرده برداشته است. شبکه حقانی به مثابه دست واقعی استخبارات نظامی پاکستان عمل کرده است. جنگجویان شبکه حقانی با پشتیبانی آیسای حمله بمبگذاری در یک موتر بزرگ باربری را بر مرکز نیروهای آمریکایی در میدان وردک برنامه ریزی و انجام دادند و نیز جنگجویان این شبکه بر سفارت ما در کابل حمله کردند. ما شواهد موثق داریم که شبکه حقانی در پشت حمله بر هتل اینترکانتیننتال در کابل دست داشته است و این شبکه بسیاری از حملهای کوچک هم اثرگذاری را انجام دادند. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی نیز شواهد را به دسترس رسانه ها قرار داده است که نشان می دهند مهاجمانی که بر هتل انترکانتیننتال حمله کردند و در یک رویداد دیگر سفارت آمریکا و مرکز فرماندهی آیسف را در کابل از یک ساختمان آماج قرار دادند، با کسانی در پاکستان به گونه پی هم تماس می گرفتند. از سوی هم آگاهان افزایش فشارهای واشنگتن را بر اسلام آباد در کاهش حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان از هراس افغانان در دراز مدت اثرگذار می دانند. چیزی که ما با مواجه هستیم یک تجاوز اوریان هست، یک سودجویی اوریان هست و بالاخره یک فرصت طلبی اوریان است. اما اساسی ترین مسئله که در نهایت در آخرین مرحله بر ما باقی نمانه که ای هست
که ما میدانیم که پاکستان ظرفیت ادامه این حالت دراز مدت ندارد. هم بحران اقتصادی دامنگیرش است، هم قد کمک های بین المللی به مفهوم قد شاهرگ های حیات اقتصادی زی خواهد بود. پیش از این حکومت افغانستان همواره از پیوند حلقه های در درون حکومت پاکستان با گروه های هراس افغان سخن گفته است. اما این نخستین بار است که امریکایان پس از 10 سال نبرد در افغانستان اسلام آباد را به گونه بسیار روشن به علت داشتن پیوند با شبکه های هراس افغان زیر فشار آوردند. آگاهان از مدت ها بدین سو به این باور بودند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان از شبکه های هراس افغان به ویژه شبکه حقانی حمایت می کند، چنان که به گفته آنان شواهد انکار ناپذیر در این باره وجود دارند. این اظهارات در حال صورت میگیرند که جنرال اشفاقیانی فرمانده کل ارتش پاکستان گفتای اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا را در پیوند با شبکه حقانی بی بنیاد میداند. جنرال اشفاقیانی میگوید که آمریکا خوب میداند که کدام کشورها با شبکه حقانی در تماس هستند. این مقام پاکستانی میافزاید که شبکه حقانی شبکه مهم است که میتواند در روند صلح در افغانستان نقش چشمگیر را بازی کند. از این دو، شمار از کشورها به شمول پاکستان تماس را با این شبکه نگه داشته است. در این حال واشنگتن از اسلام آباد میخواهد تا هر گونه پیوندش را با شبکه حقانی قطع کند. جنرال اشفاق کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان گفته های مولن را تأسف بار و دور از حقیقت میداند و میگوید که چندین کشور با شبکه حقانی پیوند دارند. مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا بسیار خوب میداند که کدام کشورها با شبکه حقانی در تماس هستند. مشخص کردن تنها پاکستان نه عادلانه است و نه هم مؤثر. در حالی که اشفاقیانی رابطه با گروه حقانی را کاملا رد نمی کند، یک مقام دیگر نظامی پاکستان می گوید: ما برای هدفهای مثبتی که می توانند برای همه سهامداران بازی نهایی افغانستان سودمند باشند، با این شبکه کار کردیم. در همین حال حکومت افغانستان می گوید پایگاه ها و خواستگاه های هراس افغانان مشخص هستند و از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی می خواهد تا به گونه جدی با این پدیده برخورد کند. ما فکر میکنیم بازی مشروپشک با پاکستان بالاخره باید تمام بشه. ایالات متحده امریکا در این راستا جدی باشه. مردم افغانستان دیگه حوصلشان به سر رسیده، یکسر بزرگان خود را دست میدن، امنیتشان هر روز به مخاطره است و ثبات حتی منطقه آسیب پذیر شده. فعلا شاید امریکا مستند ساخته باشن این همکاری های شبکه حقانی را با بخشایی از آیسای. بنان مسائلی است که میشه حکومت افغانستان هم تا سالهای گذشته مقامات مختلفش گفته. این به نفع افغانستان است فعلا. شاستی که به نظر من افشا کردن به اصطلاح مقامات امنیتی و نظامی امریکایی افشا کردن. از سوی هم سخنگوی کاخ سفید از پاکستان میخواهد تا هر گونه پیوندش را با شبکه هراس افغان حقانی قطع نماید. ما میدانیم که شبکه حقانی مسئول حمله اخیر بر سفارت ما در کابل است. این شبکه از پناهگاه های امنشان در پاکستان عمل میکند و حکومت پاکستان تا کنون برای نابودسازی این پناهگاه ها کاری نکرده است. وجود پناهگاه های شبکه حقانی از دیر زمانی به این سو سبب نگرانی واشنگتن بوده است و این نگرانی به گونه آشکار و پنهان با مقام های پاکستانی در میان گذاشته شده است و از پاکستان خواسته شده است تا برای نابودی این پناهگاه ها اقدام کند. پس از حمله بر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به سردی گراییده است. واشنگتن اداره استخبارات نظامی پاکستان را عامل سازماندهی این رویداد می‌داند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه از اسرائیل و فلسطین میخاطر در درازای یک ماه گفتگوهای صلح را از سر گیرند. با دنبال سپردن درخواست وضعیت کامل فلسطین به دبیرکل سازمان ملل، گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را یگانه راه ممکن برای به رسمی شناخته شدن فلسطین همچون کشور مستقل میداند. آنکه محمود عباس درخواست عضویت کامل فلسطین را به گونه رسمی به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرد تا وی این درخواست را به شورای امنیت این سازمان بسپارد، گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا میگوید که مقامهای بلندپایه فلسطینی و اسرائیلی باید با سرگیری گفتگوهای صلح تا پایان سال 2012 میلادی به یک توافق دست یابند. Our objective
هدف ما کمک کردن به هر دو طرف است تا از طریق گفتگوها به صلح و امنیت که مردمان فلسطین و اسرائیل مستحق آن هستند برسند. ایالات متحده آمریکا بسیار خرسند است که گروه چهار جانبه توانست بیانیه و پیشنهاد را برای از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینیان بدون تعویق یا پیش شرط صادر کند. در حالی که گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه یگانه راه بر رسمیت شناخته شدن فلسطین را همچون یک کشور مستقل از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین میداند، اما قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه همین هفته تصمیمش را درباره درخواست محمود عباس برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کند. در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان ضد حکومت در یمن 17 تن کشته شدند و 55 تن دیگر زخم برداشتند. پس از بازگشت علی عبدالله صالح از عربستان سعودی به یمن، درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان ضد حکومت در بخش های گوناگون کشور اوج گرفتند. با این هم چند خبر اقتصادی. هند و ایالات متحده آمریکا بر بازسازی راه تاریخی ابریشم تاکید می‌ورزند. وزیران امور خارجه هند و آمریکا ساختن راه تاریخی ابریشم را نه تنها به سود اقتصاد افغانستان می‌دانند، بل می‌گویند که این راه می‌تواند رابطه بازرگانی را در منطقه گسترش بدهد. از سوی هم وزارت فعاد آما می‌گوید که هند حاضر است در ساختن راه ابریشم سرمایه گذاری کند. در نشست مشترک وزیران خارجه هند، ایالات متحده آمریکا، آلمان و افغانستان که به ادامه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واشنگتن برگزار شد، بازسازی راه تاریخی ابریشم از موضوعات بحث برانگیز بود. وزیر خارجه هند با در نظر داشت این که هند بازار مناسب برای تولیدات افغانستان است، با ساختن راه تاریخی ابریشم خوشبینی نشان می‌دهد. اکنون وقت آن رسیده است تا برای بهبود آینده ایمان تلاش کنیم و این پروژه بدون شک به سود ما و آیندگان ما خواهد بود. وزارت فایده ما هم یک قسمت آمادگی آمتاب خود داره، یک قسمت از این جاده که در مجموع رای ابریشم در بر میگیره، جاده ابریشم سروی دیزاین هم شده. در همین حال شمار از آگاهان اقتصاد با توجه به وجود مشکلات کنونی بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای همسایه از دولت میخواهند به بازسازی رای تاریخی ابریشم توجه جدی کند. نه تنها افغانستان بلکه ټول دنیا او مخصوصا د دې منطقې هیوادونه چې اوس دوی په نامه د ایمرجنګ اکانومي یادیږي چې هغه په حال د توسعه او په حال د سریع رشد کې دي، مخصوصا هند او چین، دغه دواړو هیوادو دې ته ژمن دي چې په دغه ساعتو کې عمیق سرمایه کاری وکړي. در همین حال این آگاهان میگویند که با سازی راه تاریخی ابریشم گذشته از توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورهای جهان بدیل خوب برای راههای ترانزیتی با پاکستان و ایران خواهد بود. حکومت برای سرمایه گذاری در بخش معادن پیشنهاد را به سرمایه گذاران پاکستانی خواهد سپرد. وزیر مالی کشور در حاشیه نشست صندوق جهانی پول بر گسترش همکاری های اقتصادی با پاکستان تاکید می کند و هر دو جانب متحد شدند تا بخش های خصوصیشان را در توسعه بازرگانی میان این دو کشور تشویق کنند. وزیر مالی کشور در حاشیه نشست جهانی پول که در واشنگتن برگزار شده است میگوید که حکومت افغانستان پیشنهاد را برای سرمایه گذاری در بخش معادن به سرمایه گذاران پاکستانی خواهد سپرد. از سوی هم وزیر مالی پاکستان در حاشیه این نشست گسترش همکاری های اقتصادی را با مقامات افغانستان و آمریکا به بررسی گرفت. وی تاکید می کند که روابط بازرگانی در سالهای اخیر میان افغانستان و پاکستان به گونه‌ای چشمگیر رشد کرده است. در همین حال شمار از کارشناسان اقتصاد سرمایه گذاری کشورهای خارجی را در بخش معادن و نیز افزایش روابط بازرگانی را میان افغانستان و پاکستان به سود هر دو کشور می دانند. ما هم به تجارت با پاکستان و نیاز داریم و هم پاکستان با ما نیاز داره. به باور کارشناسان هم اکنون بیشتر فراورده های کشاورزی و باغداری افغانستان به پاکستان صادر می شود و نیز بیشتر کالاهای بازرگانی از پاکستان وارد کشور می شود. فردا کابل آسمانی مافتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16.
این بود خبرها تا این ساعت. توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلا و شبکه جهانی طلا نیوز باشید. شاد و کامگار باشید.